بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام ایام ماه رجب و مشکلات دنیای اسلام هم خیلی زیاده و قطعا مهمترین دعا توی این ایام هم باید دعای برای همین برطرف شدن این جنگ ها و پیروزی مسلمان ها و نابودی صهیونیست ها انشالله باشه. اولا ماه رجب را بهش میگویند رجب اسم، گاهی هم میگن رجب اسب. اگر که رجب اسب بگویند یعنی رجبی که خیلی زیاد رحمت خدا توش میریزه، رحمت خدا میبارد. اگرم که بگن رجب اسم، اسم یعنی کر، یعنی ماهیه که توش صدای شمشیر و مثلا این چیزا شنیده نمیشود، یعنی ماه حرامه. تو ماه حرام صدای شمشیر به هم خوردن و نیزه و فلان این صداها وجود نداره، یعنی ماه حرامه، نباید توش جنگ بشود. سید ابن طاووس رضوان الله علیه توی کتاب اقبال وقتی که ماه رجب رو میخواد توضیح بده یه قصه نقل میکنه، میگه این خیلی عجیب بود. دوباره یه قصه دیگه نقل میکنه، میگه این از اون عجیب تر بود. دوباره یه قصه نقل میکنه، میگه این سومی از اون دوتا عجیب تر. بعد میگه و چند تا ولی دیگه چون کتاب طول میکشه ذکر نمی کنم. مقصودش با این قصه هایی که نقل میکنه اینه، میگه در زمان جاهلیت قبل از اسلام وقتی که دو نفر با هم دعواشون بود، یکی به اون یکی میگفت که صبر کن ماه رجب بشه نفرینت میکنم. و بعد وقت نمونه هایی میاره که تو ماه رجب کسی کسی رو نفرین میکرد و چجور این نفرین اثر میگذاشت. بعد وقت یه داستانی نقل میکنه، میگه که یه کسی مال یه نفر رو خورده بود، رفت این مال رو تقسیم کرد بین برادران خودش که 10 نفر بودند. اینم به هر کدام اینو گفت که مال منو بدید حرام فلان، هیچ کدام بهش ندادن. اینم گفت صبر کنید ماه رجب نفرینتون میکنم. ماه رجب شد نفرین کرد. اینا 10 نفری رفته بودن توی یک چاهی که داشتن چاه میکندن و نمیدونم سنگ بزرگی بود که در بیارند و چاه دیواراش خراب شد، هر 10 تا تو چاه مردند. یه قصه دیگه دوباره نقل میکنه، میگوید که یه مردی بود زنشو میخواست طلاق بده. این زنه گفت که منو طلاق نده. گفت که نه. این زن مظلوم واقع شد و این مرد این زن رو ناحق طلاق داد. بعد میگه زن صبر کرد، ماه رجب شد، ماه رجب این مرد رو نفرین کرد و این مرد به چه مصیبتی مبتلا شد. از اینجور چیزا خیلی داره سید ابن طاووس. تو کتابای دیگه یه دعا هم از این چیز زیاد، ولی خب حالا اینا اهمیت ماه رجب جدای از اهمیتش و جدای از اینکه ماه رجب ماه حرامه، اولین چیز اینه که تو ماه رجب قرآن خوندن. البته تو روایات یه بحثی هست، تو روایات هست بین قرآن خوندن و دعا خوندن کدام ترجیح داره، کدام اولاست. کما اینکه تو نمازم این بحث هست بین طول دادن قنوت و طول دادن رکوع، قنوتو بیشتر طول بدهیم یا رکوع بیشتر طول بدهیم. اونجا هم خلاصه هست. به هر حال تو روایات هست که قرآن خوندن بر دعا خوندن ترجیح داره و ثوابش بیشتره. به هر حال قرآن کلام خداست، کلامیه که 14 معصوم علیهم السلام به زبان مبارکشون
جاری شده. جبرئیل علیه السلام قرآن را تلفظ کرده، یعنی خود قرائت قرآن، این که با قرآن زیاد مانوس باشیم مخصوصا توی این ماه‌ها. و بعضی آدم ها رو خیلی قرآن زیاد میخونن و جای حسرت بر ما که چرا بعضی ها. یه خانمی هم چند روز پیش اومده بود اینجا پیش من، از تبریز اومده بود، میگفت که من روزی 7 جز قرآن میخونم، هر روز 7 جز قرآن میخونم. یه وقت من رفتم منزل شهید عماد مغنیه، همسر این آقای عماد مغنیه، میگفت که من روزی 15 جز قرآن میخونم، هر 2 روز یه ختم قرآن. یعنی اینو بگذاری کنار این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که ان درجات الجنه به عدد آی القرآن، درجات هر کس در بهشت به تعداد آی قرآنیه که خونده. اگر یک کسی آدم خوبیه، مثلا جوانی شهید شد، خیلی آدم خوبیه، قرآنم زیاد نخونده، توی قبر قرآن بهش یاد میدن، میگن باید بخونی. آدم قرآن نخونده باشه درجاتش تو بهش بالا نمیره، شهیدم که هستی باش، ولی باید قرآن خونده باشی، نخوندی تو دنیا توی قبر باید بخونی. به هر حال با قرآن زیاد مانوس باشیم، مخصوصا توی این ماهای رجب و شعبان و رمضان. علاوه بر قرآن، این ذکرها و همین دعاها، همین توی تو مناجات شعبانیه، یکی از دعاهایی که آدم از خدا میطلبه اینه که خدایا این زبان من دائما به ذکر تو گویا باشه. این دعای ماه رجب، این ماه شعبان. خلاصه این ذکرهای خدا را هم اینا را هم زیاد بگوییم. این کتاب ثواب الاعمال صدوق ذکرهای خیلی زیادی رو نقل کرده که این ذکرها رو آدم اینا رو مثلا زیاد بگوید. علاوه بر این ذکرها، این دعاها، دعاهای ماه رجب از نظر مضمون و محتوا خیلی عجیبه. دعاهای ماه شعبان بیشتر محتواش درباره فقر انسان به خداست. اینو تو ماه شعبان این بیشتر تکرار میشه. ولی تو دعاهای ماه رجب محتواش معارف خیلی بلنده، یعنی خود شناخت خداوند، شناخت پیغمبر و امام علیهم السلام. این جور چیزا تو دعاهای ماه رجب بیشتر اومده، توی ماه شعبان بیشتر نیاز انسان به خدا. اینم که الان بعضیا خیلی سوال میکنند این دعای امام زمان ارواحنا فدا تو ماه رجب، این خیلی مدرک زیاد داره دا، یعنی دعاش هیچ مشکل نداره. اللهم اینی اسألک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، و تقرب به ما الیک خیر القرب. خیلی ها سوال میکنند که چرا تو این دعا امیر المومنین رو نگفته. ولادت امیر المومنین علیه السلام تو ماه رجب توی کعبه، اینم خیلی خیلی زیاد تو کتاب ها هست، اما چرا این دعای امام زمان امیرالمومنین را نفرموده؟ حالا خدا میدونه دام، ولی شاید علتش اینه که میگن امیرالمومنین علیه السلام برای دعای برای علم. اگه میخواید درس خون بشید توسل به امیرالمومنین سلام الله علیه. اما اگر یک کسی مشکلات مادی داره، تو مشکلات مادی کسی نگفته است که توسل به امیرالمؤمنین، تو مشکلات مادی توسل به امام جواد و امام هادی سلام الله علیه ماست.
این دعا چون برای مشکلات مادیه، بحث فقر مالیه، چون بحث فقر مالیه میگوی اللهم انی اسالوک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی ثانی و ابن علی ابن محمد. اما اگر که بحث فقر مالی نبود، مثلا میخواید که خدا ببخشدتون، یا میخواید مثلا قرب الالله پیدا کنیم، یا میخواییم موفق بشیم قرآن بخونیم، اونجا توسل به امیر المومنین سلام الله علیه. به هر حال این دعاهای ماه رجب غنیمته، این را زیاد باش معنوس باشیم. درس و بحث حاشیه است، اصل توسل و تقرب به خدای متعال، خلاصه اصل فراموش نشه. سلام.